کشیدن گرافیتی بر روی دیواری در بزرگراه صدر تهران، تصویری که با دوربین غیر حرفه‌ای گرفته شده. قهوهش گم میشه با اون نارنجی زیرش. حالا یک سالی میشود که اوهام، نقاش گرافیتی سمت راست تصویر، از ایران به آلمان مهاجرت کرده. یکی از دلایلی که خیلی دوستش دارم بازی کردن با حروفه، یعنی که میتونی همه چیو تغییر بدی اونجوری که میخوای، اون چیزی که تو میخوای ببینی و به بقیه نشون بدی. واسه من مثل یه آدم نقاش میمونه که یا مثلا پیکاسو یه نقاش بوده، شغلش نقاشی بوده، من گرافیتی برام اینطوری یه شغله، برام با لذت میبرم ازش. ایل هم هنرمند دیگری است که در تهران فعال است. او سبک استنسیل کار میکند، گرافیتی که از طریق شابلون روی دیوار کشیده می شود. او می گوید یکی از موانع کار گرافیتی در ایران شناخت کم این هنر است. شاید این بزرگترین مشکل ماست، چون خیلی هم فعاله. خیلی سریع دیوارا رو پاک می کنه، یا یه دیوار یک کیلومتری رو برمی داره که پر گرافیتی پاک می کنه. گرمیزه. تو اکباط هم که فیلیواله و حتی مدیرای اونجا اجازه دادن بشه کار زد، میان یه دیوار سفید می کنن و میرن. تقریبا جایی واسه نقاشی وجود نداره روی دیوار. اما اوهام در طی 6 سالی که در ایران گرافیتی روی دیوارها میکشید با مشکلات بزرگتری روبرو بود. میگوید بارها به عنوان شعار نویس و حتی شیطان پرست دستگیر شده است. هر چیزی تو ایران نمیفهمن، همین شیطان پرسته. فقط گرافیتی نیست. رپ هم همینه، راک هم همینه، متال هم همینه. سری چیزی یه انگی بهش میزنن که بتونن جمعش کنن سری، چون باب میلشون نیست. خودتو چند بار گرفتن؟ اوناییش که خیلی حساس بوده رو فکر کنم مثلا 4 یا 5 بار بوده. مثلا مثال یه بار با یکی از دوستام رفته بودیم توی میدون هفته تیر، داشتیم کار میکردیم، من یه ماشین دیدم اومد، فکر کنم تاکسیه ولی پلیس بود و فرار کردیم. ما پلیس با ما اومد و اسلحه در آورد و زدن ما رو با باتون، قشنگ زد. خیلی هم بددهن، یعنی قشنگ توهین میکنن به آدم. گرچه در برخی از مجتمع‌های خصوصی مانند شهرک مترو، برج سامان یا اکباتان دیوارهایی هست که آنها میتوانند گرافیتیشان را مجاز بکشند، اما اکثر آنها ترجیح میدهند که پیامشان را روی دیوارهای شهر بکشند، زیرا گرافیتی شیوهی برای ارسال پیامهای اجتماعی و سیاسی است. گرافیتی مال تو شهره، نه مال توی مجتمعی که آزاده. بعد خب وقتی میخوای اعتراض بکنی قاعدتا باید تو شهر دیده بشه کارت، یعنی اون پیامی که داری تو شهر ببینن، پیامی که گاه در کلماتی همچون حقیقت یا عدالت خلاصه شده است، یا تصاویری که خواستار برابری زن و مرد است. در کنار غیرقانونی بودن گرافیتی در ایران، نقاشان با مشکلات دیگری هم دست و پنجه نرم میکنند. توی ایران یه کسی، یه دانشجو بخواد وقتی یه کار بزنه، خب مثلا ممکنه 20 تا کن احتیاج داشته باشه. از این 20 تا 20 تا 9000 تومان اگه حساب بکنی خیلی میشه. با تمام این مشکلات، گرافیتی در ایران بین جوانان روز به روز محبوب تر می شود. شاید هم به این دلیل که آنها از طریق فروش عکسایشان در نمایشگاه‌ها و سفارشات خصوصی امکان درآمدی هم از این هنر دارند. بامداد اسماعیلی، کلن، آلمان.